کیا میتونن یا نمیتونن برنامه نویس بشن تو این ویدیو با من همراه باشید که بهتون بگم که آیا میتونید برنامه نویس بشید یا اصلا ولش کنید بیخیالش بشید شما نباید به حرف کسی گوش بدید که حرف منفی میزنه مثلا کسی برمیگرده به شما میگه که شما نمیتونید برنامه نویس بشید به خاطر اینکه استعدادش رو نداری یا هیچ وقت نمیتونی فلان کارو بکنی همیشه حرف منفی میزنه اگر حتی منم حرف منفی میزنم یا نکته ای که شما تو این ویدیو فکر میکنید منفی هست برداشتتون منفی هست این ویدیو البته جنبه مثبت داره نمیخوام در رابطه با نکات منفی صحبت بکنم ولی اگر برداشت شما چون برداشت هر کسی متفاوت از ویدیو اگر فکر میکنید که برداشتتون منفی هست حرف گوش ندید این ویدیو به شما نشون میده که اغلب برنامه نویسایی که من دیدم توی زندگیم اصولا چه جور برنامه نویسایی هستن چطور آدمایی هستن توی زندگی اولا اینکه من مثال شخصی هم میزنم مثلا من با دختری دیت می کردم که ایشون خیلی اجتماعی بود نمیتونست روی میز بشینه مثلا چند ساعت به کامپیوتر نگاه بکنه بیشتر از یک ساعت نمیتونست جلوی کامپیوتر بشینه ولی از اون با یه دختر دیگه دیت کردم که حتی جلوی کامپیوتر میتونست بشینه ساعتها. ساعت ها مثلا 5 ساعت جلوی کامپیوتر میتونست بشینه اما نمیتونست تنهایی کار بکنه باید حتما توی آفیس بود دوربرش آدم بود باید با تلفن صحبت میکرد یا اینجور چیزا یکی از چیزهایی که حالا من در رابطه باش صحبت خواهم کرد اینه که من الان تقریبا فکر میکنم یک ده سالی میشه شاید تعجب کنید یک ده سالی میشه تلفن موبایلم رو روی هیچ کسی به غیر از خانواده و دوستم جواب ندادم یعنی ریکروتر هستش که زنگ میزنه به تلفن من یا آدمایی هستن که اصلا زنگ منش نمیشناسم شماره رو میفته به موبایل من یا شمارهش رو نمیفته اصلا این شماره رو من جواب نمیدم چون اصولا نه وقتشو دارم نه اونایی که زنگ میزنن به من با من کار دارن معمولا میخوان یا برای بیزنس زنگ میزنن یا دنبال برنامه نویس میگردن اینجور چیزا بنابراین یکی از چیزایی که برنامه نویس ها توی خودشون دارن بیشترشون اصلا زمان حرف زدن رو ندارن وقت حرف زدن رو ندارن بیشترشون پشت کامپیوتر ساعت ها نشستن یکی مثلا بین 5 تا 8 ساعت نشستن در روز و تو تنهایی خودشون نشستن اگر شما جزو آدمی نیستید که پشت میز بتونید بشین یا توی تنهایی بتونید کار بکنید پس برنامه نویس خوبی هم نخواهید شد اگر فقط به خاطر پولش دارید برنامه نویسی کنید مطلب بعد این که این مطلبی هستش که من توی دانشگاه دیدم حالا ما من هم ها یا دوستایی که داخل دانشگاه داشتم دوست آمریکایی بود کانادایی بود انگلیسی بود ایرانی بود نروژی بود و حتی لیتوانیایی بود اینا رو من داخل دانشگاهی که درس میخوندم توی کینگسون دیدم و این آدما معمولا همهشون نه از اون آدمایی که حالا ما توی گروه 6 نفره بودیم از اون گروه 6 نفره الان فقط دو نفر برنامه نویسن که یکیشون منم یکیشون هم همون پسر لیتوانیایی بقیه هم انگلیسی آمریکایی کانادایی بودن زیاد دوست نداشتم برنامه نویس ولی به خاطر اسمش اومده بودن برنامه نویس بشن یا به خاطر اون چیزی که شنیده بودن شنیده بودن مثلا برنامه نویسی پولش خوبه خب اومده بودن به خاطر این برنامه نویس بشن و اون سال اول خوندن درس خوندن و اینا بعد قاطی کردن دیدن چیزی نمیفهمن دیتابیس چیه زبون برنامه نویسی چیه سیکیوریتی چیه آتوریزیشن چیه جاب چیه کیو چیه نمیدونم وب ساکه چیه این چیزها رو دیدن داخل دانشگاه اوورویلم شدن اوورویلم یعنی واقعا دیدن که بابا یکی دوتا نیستش که ما میخوام یاد بگیریم یه سری از این آدما حالا این مطلب بعدی ماست ولی فکر میکردن که آیتی همون کامپیوتر ساینس یا سافتور انجینیرینگ آیتی اینو ده دفعه من گفتم ولی بازم میبینم تو کالاهای برنامه دیگه اونایی که تازه مهاجرت کردن میشنوم میگن که رشته آیتی آی رشته آیتی آی با رشته برنامه نویسی فرق میکنه رشته آیتی رشته ای هستش که مشکلات کامپیوتر مشکلات استفاده از کامپیوتر رو برطرف میکنه مثلا مشکل تایپ کردن مارکرز Word یا نمیدونم یاد گرفتن اکسل یا نمیدونم مشکلات آپورتینگ سیستم اینا رو بهش میگن آیتی یعنی مشکلات کامپیوتر رو حل کردن نه مشکلات آدم ها رو برنامه نویسی مشکلات آدم ها رو حل میکنه یعنی ما یه چیزی میسازیم تحویل مشتری میدیم و این میشه برنامه نویسی خیلی به آیتی فرم میکنه آیتی برنامه نویسی نیست این یعنی اینقدر توهینه که فرض بکنید یه نفر آدم میاد شما بهش میگید که من برنامه نویسم میگه خب میای این پرینتر منو درست بکنی اصلا خیلی بده یا مثلا برمیگرد بهش میگی که من برنامه نویسم میگه میای کامپیوتر منو درست بکنی اصلا انگار که چی نمیدونه <تصفح> مثل فوش میمونه داخل انچمال برنامه نویسه چون آیتی با برنامه نویسی فرق میکنه ما آی تی ما برنامه نویسی و این آدمایی که این رو اشتباه میکنن داخل دانشگاه میان و کامپیوتر ساینس میخونن و ببین میگن که اون همون چیزی نیستش که دنبالش میگشتن و ناامید میشن میرن خیلی ها سال دوم که شروع شد ناامید شدن سال سال اول که یه مقدار مقدمات و اینا سال دوم که شروع میشه یه مقدار واقعا مبحثات زیادتر میشه شما باید برنامه نویسی کنید بعد اپلیکیشن بسازید تحویل استادتون بدید و اون ببینه اگر سال اول و دوم جدی نگیرید یا نفهمید به درد برنامه نویسی نمیخواین اما باز به این نکته من برمیگردم چون بعضیان بودن که سال اول و جدی نگرفتن ولی خب چون استعدادش رو داشتن برنامه نویس شدن تو این نکته بعدی این که برنامه نویسی چیزی هستش که همه میتونن یاد بگیرن ما همه آدمیم برنامه چیزی نیستش که یه عده میتونن یاد بگیرن و یه عده نمیتونن یاد بگیرن استیو جابز میگه که that is no And you can change it, you can influence it you can you can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will you know if you push in something will pop out the other side that you can you can change it, you can mold it um, that's maybe the most important thing. <laughs> حالا بعضیا نمیرن دنبالش یاد بگیرن بعضیا میرن دنبالش یاد میگیرن مثال میگم من سلمونی میرفتم ده سال خب یه روز نشستم توی یوتیوب سرچ کردم گفتم که چطوری یاد بگیرم که موهای خودم و خودم بزنم شروع کردم یاد گرفتم دو بار خراب کردم مو رو ولی بار سوم یاد گرفتم وسایلش رو خریدم تولزش رو یا ابزارش رو خریدم یاد گرفتم زدم درست مثل سلمونی نمیشه درسته مثل اونی که میزنه نمیشه چون پویسرم رو نمیبینم ولی خب مورد قبول خودم هست موزادم میدونی چی میگم بنابراین میخوام بگم که برنامه چیزی نیستش که همه نتونن یاد بگیرن چیزی که همه میتونن یاد بگیرن بعد اینکه اگر کسی هستید که از انگلیسی یاد گرفتن بعد تو میاد از زبان یاد گرفتن بعد تو میاد چون این مج... جمع ما جمع برنامه نویس های ایرانی دیگه اگر از زبان یاد گرفتن زبان انگلیسی بعد تو میاد نمیخواد یاد بگیرید چه بسا من میگم زبان انگلیسی رو قبل از برنامه نویسی یاد بگیرید یا در عین برنامه نویسی یاد بگیرید به خاطر اینکه اگر زبان انگلیسی رو خوب نکنید خیلی از چیزها متوجه نمیشید مثلا داخل CSS ما کالر داریم نمیدونم ترانسفورم داریم اینا کلمات انگلیسیه یا مثلا میخواد یه متد درست بکنید به زبان انگلیسی نمیدونید اون متد چیه یا انگلیسی انگلیس بعد هست البته بگم انگلیسی آمریکایی یا نه انگلیسی 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 آمریکایی یاد باشه و فرقش هم تو ویدیو قبلی گفتم مثلا کالر همین یا رنگ به زبان انگلیسی با یو نوشته میشه با زبان آمریکایی مثلا با او نوشته میشه C O, -L -O -R. اگر نمیخوای زبان انگلیسی یاد بگیرید نمیتونید یاد بگیرید برنامه‌نویسی خوبی نخواهید شد چون غلط املایی ها حالا همه غلط املایی دارن من خودم غلط املایی دارم سینتکس error بهش میگن خب ولی غلط املایی به جایی میرسه که شما قاطی میکنید بعض موقع میبینید که چیزی کار نمیکنه میزنید میبینید که آیا درست نوشتید یا درست ننوشتید اسم متود ها رو درست ننوشتید اسم کلاس ها رو درست ننوشتید تمام برنامه‌نویسی برنامه انگلیسی زبان پایتون زبانیه که یا زبان روبی زبانیه که اینا رو مثلا یه ژاپنی درست کرده یا یه هلندی درست کرده ولی همشون اومدن با زبان انگلیسی درست کردن که همه بتونن یاد بگیرن زبان انگلیسی زبانی هستش که بین‌المللیه سازنده پی اچ پی مثلا با زبان نمیدونم هلندی بزنه یا با زبان روسی بزنه یا با زبان آلمانی بزنه یا با زبان فرانسوی همه چی با زبان انگلیسی تو زبان برنامه‌نویسی پس بنابراین انگلیسیتون هم باید خود به خود خوب باشه اگر خوب نباشه برنامه نویس خوبی نخواهید شد نکته بعد این که حالا یه مقدار این تجربه شخصیمه اگر کسی هستید که مثلا از حل کردن مشکلات توی همه زمین های زندگی فرار میکنید اینم به نظر من آدم بیخیالی هستید یعنی منظورم اینم به نظر من این که برنامه نویس خوبی حالا 100 درصد نمیگم ولی برنامه‌نویس خوبی نخواهید شد چون که برنامه‌نویسی آدم بیخیال نمیخواد حالا شما داخل یک کمپانی میرید کار میکنید که میگید که خب من این تسک رو انجام میدم این وظیفه رو انجام میدم و میرم کنار دیگه بقیهش دیگه با اون سینیور دیولپر و اینا ولی خب مسئولیت پذیر باید باشید موقع برنامه نویسی خب چون اگه یه چیزی کار نکنه اون کدیری که شما نوشتید روزی سوال میبرم و شما باید بتونید جواب بدید دلیل اون کاری که کردید و باید جواب بدید چون برنامه نویسی لاجیک دیگه لاجیک یعنی منطق یه منطقی باید داشته باشید که اون کد رو نوشتید و باید جوابگو باشید توی خانواده هم همینجور میبینی که توی خانواده مشکلی پیش میاد شما بیخیالید حالا یه موقع میشه که انقدر برنامه نویسیتون خوب هستش انقدر سرتون شلوغ هست که دیگه واقعا نمیتونید مشکلات دیگران رو برطرف کنید ولی آدمی بودید که م... کلی میگم از بچگی داشتید بزرگ میشدید آدم مسئولیت پذیری بودید همه بهتون میگفتن که بذار من برم با این مشورت کنم ببینم این مشکل منو چطوری حل میکنه اون موقع هم شما برنامه‌نویس خوبی خواهید شد چون که واقعا اهمیت بیدید واقعا مسئولیت پذیر هستید واقعا مشکلات رو حل میکنید ما برنامه نویسا رو بهمون میگن مشکل گشا یعنی مشکلات رو حل میکنیم یعنی هر چیزی هم که میخوایم تولید بکنیم یا اختراع بکنیم تولید کردن اختراع کردن اختراع کردن هم یه مشکله دیگه یه سری مشکلات رو حل بکنید میشه اون اختراع شما تکمیل میشه مثلا ادیسون میخواست لامپ رو اختراع بکنه مشکل داشت دیگه دونه دونه مشکلات رو حل کرد تا تونست اون لامپ اختراع بشه برنامه هم همینه اگر مسئولیت پذیر نباشید و بیخیال باشید و کسی هستید که اصلا مشکلات فرار میکنید یه نفر میاد مشکل و میگه به من چه حال ندارم برو بابا اینجور چیزا فکر نمیکنم برنامه خوبی بشید چون مسئولیت نمیخواید بپذیرید. اینم حقیقت امیدوارم که کسی ناراحت نشه نکته بعدی هم این که توی برنامه نویسی یه چیزی هست به نام ایمپاستر سیندروم خب این رو با بقیه اشتباه نگیرید یه موقع هستش توی برنامه نویسی توی یه جایی از برنامه نویسی حالا توی دانشگاه توی سال اوله که توی تو کمپانی دارید کار میکنید به یه جایی میرسید که فکر میکنید که واقعا قاطی کردید نمیدونید چی به چیه چه زبانی با چه زبانی بهتری یاد بگیرم آیا واقعا من برنامه نویس خوبی هستم چرا من اینو نمیفهمم یه سوالاتی از خودتون میکنید به فهمیدن خودتون شک میکنید خب ولی این باعث نشه که فکر کنید که بقیه برنامه نویس این مشکل ندارن بقیه برنامه نویس حتی خود منم تا همین امروز بعضی موقع سوالات از خودم میپرسم پس این رشته ای هستش که انقدر توش باید یاد بگیرید و بعضی موقع میرید که چیزی رو نمیفهمید حالا این نکته بعدیمونه. احساس احمق بودن رو باید دوست داشته باشید اگر احساس احمق بودن رو دوست نداشته باشید یا توی جمع نشستید بعضی بهتون میگن او عجب احمقی خب اون منظورم اون نیست منظورم اینه که توی جمع نشستید و کسی به شما طوری حرف میزنه که انگار شما احمقید یا اینکه شما فکر میکنید که آیا من الان این سوال رو بپرسم همه فکر میکنن من احمقم خب اگر این حسو داشته باشید هیچ وقت نه یاد میگیرید اگه بهتون برمیخوره نه هیچ وقت یاد میگیرید نه پیشرفت خواهید کرد احساس احمق بودن اگر بهتون دست میده باید به خودتون افتخارم بکنید چون که این احساس احمق بودن که باعث میشه شما سوالات زیاد بکنید برید دنبالش یاد بگیرید پس اگر فکر میکنید که حالا بتون برمیخوره که کسی میگه به شما نمیفهمید چرا نمیفهمی یا نمیدونم تو احمقی یا یعنی یه جوری منظورشه به شما میرسونه که شما احمق هستید اگه بتون برمیخوره برنامه نیست خوبی نخواهید شد نکته بعدی اینکه که زمان میبره که یه چیزی توی ذهنتون کلیک بشه به خاطر همین هم هستش که اسم وبسایت ما هست یا اسم کانال ما هست کانال پارس کلیک چون زمان میبره که یه چیزی توی مغز شما کلیک بشه یعنی یه چیزی مطلبی رو بفهمید و اگر همون اولش نفهمیدید مهم نیست چند دفعه برید دنبالش و سعی بکنید که بشکافیتش تا بتونید متوجه بشید پس کلیک شدن توی مغز چند وقت طول خواهد کشید و این باعث نشد که شما ناامید بشید ولی اگر ناامیدی بشید یا اوورولم بشید به زمان انگلیسی یا میگن قاطی بکنید حالا به زمان فارسی اوورولم چی میشه بذارید ببینم اوورولم میشه غرق شده یعنی مثلا حالا به زمان فارسی میشه غرق شده ولی آدمی هستید که زود غرق میشید توی اینجور چیزا و ذهنتون موج منفی تولید میکنه پس دنبالش نرید نکته بعدی هم این که کسایی رو من الان میبینم توی جامعه ما حالا جامعه فارسی زبان که همش اولش میپرسن داداش چقدر حقوقشه آیا میتونم بیام بیرون با این زبون مهاجرت بکنم یا چند سال گذشته حالا اولاش نه چند سال گذشته هنوز سوال میکنن که فرق بین ویو ریاکت چیه حالا اگر اولاش دارید یاد میگیرید مهم نیست ولی دو سه سال بعد آخه هنوز شما دارید میپرسید مثلا فرق ویو با ریاکت چیه خب اگر این سوالا رو میپرسید بازم میگم سوال پرسیدن عیب نیست ولی اگر چند وقتی که این سوالا از خودت میپرسید میگم اولاش نه چند سال گذشته این سوالا رو میپرسید پس شما دنبال برنامه نویس شدن نیستی شما دنبال چیز دیگه هستید حالا به این نکته باز من برمیگردم ببینید بچه ها. برنامه نویسی یعنی نوشتن کد برای انجام کاری خب مثال میگم مثلا شما یه سری کد می نویسید که این تلویزیون که محصول ماست روشن بشه تلویزیون ساخته شده خب یا این مانیتور ساخته شده که این بغله شما یه سری کد می نویسید که این تلویزیون یه محصول شماست روشن بشه اگه یه مقدار فکر بکنید چون همه میرن تو بحث برنامه‌نویسی میگن ما برنامه نویسیم برنامه نویسی نوشتن کد برای انجام دادن کاریه اگه بهش فکر بکنید یا یه چیز حوصله سربریه خب شما باید برنامه نویس بشید که بتونید یک محصولی رو بسازید نه اینکه برنامه نویس بشید که بتونید یه زبونی رو یاد بگیرید میدونید چی میگم برنامه نویس بشید که مثلا برای کسی که مثلا دست نداره یک رباتی بسازید که مثلا دستش رو بتونه تکون بده یا یک محصولی بسازید که چند نفر بتونن مشکلشون رو حل بکنن یا مثلا یه وبسایتی بسازید که به درد مردم بخوره میدونید چی میگم خیلیا بعضی وقتا میرن تو بهره برنامه نویسی میگن او من الان مغزم میتونم توی شرکت گوگل کار بکنم میتونم شرکت فیسبوک کار بکنم این شرکت ها شما رو میخوان که محصولشون رو درست بکنید برای اون آدما مورد استفاده قرار بدن اسمی از شما داخل محصول اینا نیست اسم خود شرکت برای محصولشون هست اگر این محصول خوب باشه میگن محصول گوگله نمیگن محصول شماست اما حالا ما اینجا داریم میریم آف تاپیک یعنی خارج از موضوع ولی اینکه اگر برنامه نویسی حقوقش خوب نبود فکر نمی کنم کسی بیاد 800 جلوی کامپیوتر با پشت کامپیوتر میشست و اینستراکشن یا کد میزد پس برنامه نویسی ابزاره و مهمترین نکته ساختن محصوله بچه اون محصول چیه؟ چی بسازیم؟ نه اینکه مثلا هشتا زبون یاد بگیریم هنوز هیچ محصولی نساختیم هنوز داریم مقایسه میکنیم زبونا رو با هم دیگه اصلا توی کمپانی شرکت نکردیم که کانتریبیوت نکردیم که محصول ساخته بشه میدونی چی میگم به ما میگن سازنده به ما نمیگن برنامه نویس برنامه نویسی یعنی فقط یک ابزاری رو به ما بدن فرض بکنید که من این قلم رو دارم خب این هم کاغذ برنامه نویسی اینه برنامه نویسی یعنی اینکه شما بنویسید روی این قلم با این قلم بتونید یک نقاشی بکشید اون نقاشی یا اون محصول شما مهمه مگر نه قلمو که همه میتونن برن بخرن یا به قول معروف کمپانی دیگه هر کی میتونه بره برنامه‌نویسی بخره حالا ممکن قلمش تر باشه گرونتر باشه پس اون محصول مهمه اون نقاشی مهمه وگرنه کاغذ و قلم که همه دارن میدونید چی میگم پس اینجوری نشه که فکر کنید که حالا ما برنامه نویسیم یه سری اینستراکشن نویسیم و ماشین اجرا میکنه و ما باید حتما این یه سری زبون رو یاد بگیریم مهم محصوله چون زبان یه روزی عوض میشه و اون فریم ورک یه روزی میاد و میمیره و عوض میشه اون محصول میمونه چی کار کرده چطوری مردم ازش استفاده کردن امیدوارم که فهمیده باشید که برنامه نویسی فرقش با سازنده بودن چیه کیا میتونن برنامه نویس بشن نظر من و کیا نمیتونن برنامه نویس بشن ولی باز اگر میخواید برنامه نویس بشید و این ویدیو که امیدوارم مثبت باشه برداشتتون منفی بوده از این ویدیو بازم این حرفا رو به گوشتون بسپرید ولی باز برید دنبالش برنامه نویسی رو یاد بگیرید و ببینید توی مسیر آیا واقعا به درتون میخوره یا نه چون هیچ کس هیچ کس حتی من به جز خود شما نمیتونه بفهمه که آیا شما استعداد این رو دارید یا ندارید شما رو توی تکمود بعدی میبینم اچا سابسکرایب کنید از این ویدیو اگه خوشتون اومده لایک رو بزنید شما رو توی ویدیو بعدی هفته دیگه میبینم فعلا.